دل من بامو فرزندات سوخ بام چی توری که رادیو آزادی می نویسد ساکین شهر دوشنبه نیلوفر رجبوا که هنگامی رید علیه حجاب بازداشت شده بود و برای مایده اوباشی جریمه شده است علیه کارمندان پلیس با پروکوراتوری ژنرالی تاجیکستان شکایت کرد. رجبوا قبلا گزارش داده بود که هنگامی رید سانیان در شعبه میلیسیای ناحیه سینا 2 برای کارمندان پلیس تهدید و تحقیر کردند. 18 دکبر دادگاهی ناحیه سینای شهر دوشنبه نیلوفر رجبوا را برای ویرانکنی ماده 460 یعنی مایده اوباشی کودکسی حقوق ویرانکنی معموری جمهوری تاجیکستان عیبدار دانسته با مبلغ 550 سومانی جریمه بست. نسبت نیلوفر رجبوا بر اساس شکایت رانا عبدالله و اشتراکچی رید و مدیر شعبه زنان و اویله ناحیه سینای پایتخت پرونده ماموری آغاز گردید. منصبدار دروغ گفت و اظهار داشت که رجبوا او را همچون نماینده حکومت هنگام اجرای وظیفه های خدمتیش تحقیر کرده است. ولی نیلوفر رجبوا تصدیق نمود که از اشتراکچیان رید کسی را تحقیر نکرده است. برعکس در دوام یک چند ساعتی که در بینای شعبه وزارت کارهای داخلی سینای 2 گذرانیدم مرا تحقیر و تهدید نمودند، گفت او به خبرنگاران. ائتلاف جامعه شهروندی علیه شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان به نیلوفر رجبوا در مرافعه سودی با کارکنان شعبه وزارت کارهای داخلی سینای 2 شهر دوشنبه یاری حقوقی خواهد کرد. به پروکوراتوری ژنرالی دعوای خود را عرض کردم. دعوایم را قبول کردند. اظهار نمود او سنه 20 دکمبر. روز پنجشنبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق نمود که نسبت نیلوفر رجبوا بر اساس دعوای رانا عبداللهیوا که گویا او را نیلوفر با سخنهای قبیح تحقیر نموده است پرونده ماموری باز کرده شد. در آن زمان نیلوفر رجبوا اظهار نمود که جریمه را پرداخت نکردم، زیرا همچون مادری فرزندهای معیوب 540 سومانی نفقه میگیرم. این مبلغ برای پرداخت جریمه از طرف دادگاه معین شده کفایه نیست، میگوید او. نمایندگی که شما بازن این خلی رفتار کنید. یادرس میکنیم که سنه 14 دکبر رجبوا از بیمارخانه به منزل زیست میومد. در راه او را نمایندگان کمیته عاید به کارهای زنان و کارکنان پلیس دستگیر نمودند که او را با 4 زن دیگری حجاب دار به شعبه پلیس ناحیه سینا برای گذرانیدن به نام صحبتی توضیحی بردند. بگم که جبر دیده من، اما منی بی‌گناه ها با در سر ما گناه های خودشون هست.